به نام یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام و درود خدمتتان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در هر کجای دنیا که زندگی میکنین دعاگوی افغانستان و مردم افغانستان باشین. دوستان ارجمندم، لحظات پیش یک خبر بسیار متاثر کننده در صفحه خبری خامه پرس منتشر شد. بعد از صفحه خبری خامه پرس در اکثر صفحات خبری خبر منتشر شده و موثق بودن از این خبر هم بسیار زیاد است. در صفحه خبری خامه پرس آمده گفته شده خبر فوری: لحظات پیش صدای انفجار محب از میدان هوایی کابل شنیده شد. در حال حاضر هزاران تن در اطراف میدان هوایی کابل هستند و برای خروج از افغانستان تلاش میکنند. گفته میشه که لحظات پیش در دروازه ورودی میدان هوایی کابل یک انفجار صورت گرفته. ای در حال است که و تعداد هزاران هموطن ما در پشت درب میدان هوایی منتظر هستند که راه پیدا بکنن و برن به طرف خارج سفر بکنن. یک خبر بسیار خبر ناگوار است. امیدوار هستم که برای هموطنان ما تلفات نرسیده باشه، اگرچه که از تلفات ناشی از این حادثه در صفحات خبری تا هنوز حرف منتشر نشده و این خبر تازه است، تازه با وقوع پیوسته. امیدوار هستم که تلفات زیاد نداشته باشه، اگرچه که بیشتر از هزاران نفر در درب میدان هوایی کابل، چی در قسمت خوجرواش و چی در قسمت دروازه عمومی، مردم صف بسته کردن و در اونجا منتظر هستند. همچنان پیش از وقوع از این خبر یک ساعت قبل در صفحه بی بی سی فارسی خبر منتشر شد. آمده گفته شده که نیروهای دفاعی بریتانیا از احتمال حمله کشنده انتحاری در عمومی میدان هوایی یعنی فرودگاه کابل هشدار دادند. یکی از مقامهای وزارت دفاع بریتانیا میگوید آنها گزارشهای مبنی بر حمله قریب الوقوع کشنده انتحاری در میدان هوایی کابل دادند. وزارت خارجه بریتانیا شب گذشته رهنمود جدید برای شهروندان بریتانیا منتشر کرد و از آنها خواست که به میدان هوایی نروند و اگر آنجا هستند از میدان دور شوند و منتظر رهنمود جدید بمانند. آقای جیمز گفته از مقامهای وزارت دفاع بریتانیا که آنها گزارش موثق از حمله قریب الوقوع دارند. این مقام بریتانیا از گروهی که پشت این حمله قرار دارد نام نبرد. همچنان در ادامه از این خبر آمده گفته شده امریکا در مورد احتمال این حمله اظهار نظر نکرده. گروه طالبان کشورهای غربی را مسئول وضعیت میدان هوایی کابل می دانند. کشورهای غربی و اروپایی قرار است تا 31 ماه آگوست، یعنی 5 روز دیگر، شهروندان، همکاران، همپیمانان و نیروهایشان را از افغانستان خارج کنند. این مهلت تمدید نشده و گروه طالبان هم گفتند که این مهلت را تمدید نخواهند کرد. این خبر در صفحه بی بی سی فارسی یک ساعت قبل از وقوع حمله کشنده در میدان هوایی کابل منتشر شده بود که یک ساعت بعدش این حمله رخ دادم. امیدوار هستم که تلفات زیاد نداشته باشه، اگرچه که من مطمئن هستم این حمله تلفات داره، چون در اونجا حضور هموطنان ما، حضور گسترده مردم دیده شده. بازم ما از خداوند دعا میکنیم که این حمله تلفات سنگین نداشته باشه و هموطنان ما را خدای ناخواسته اوگار نکده باشه. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. اگر تا فعلا عضو کانال من هستین، با فشار دادن علامت سابسکرایب شما عضو دائمی کانال من میشین. تا دیدار بعد، بدرود. Thank you.